مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقعی سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. بیننده مهمترین ها از یک استین سرخط خبرها. خواست امریکا از نامزدان و هوادارانشان صبور باشید تا کمیسیون های انتخاباتی نتیجه را اعلام کنند. از نامزدان طرفداران آنها و رای دهندگان می خواهم که از صبر و حوصله کار گرفته و از پیش داوری ها خودداری کنند. واکنش کمیسیون مستقل انتخابات به گفته های دکتر عبدالله نورستانی می گوید کارهای این کمیسیون نامشروع و غیر قانونی نیست. اجرات ما قطعا غیر قانونی نیست. ابدا غیر قانونی نیست. قانون برای ما میگه انتخابات با وقتش مطابق تقسیم اوقات پیش میبره. و پرده برداری از مداخله حکومت، آغاز برای بحران یا تلاش برای کاهش جنجال ها. ستار سعادت میگوید حکومت در امور انتخابات مداخله کرده است. حکومت افغانستان بی‌طرف نبود، در انتخابات مداخلات خود را داشتن. سلام بر شما، من نشانه نورزاد ابراهیمی تا نیم ساعت دیگه با تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان با شما هستم. و ادریس تیموری با داشته های بردشی. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان از نامزدان و هواداران آنها می خواهد تا اعلام نتیجه انتخابات از صبر و شکیبایی کار گرفته و با کار کمیسیون های انتخاباتی احترام کنند. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان گفته است نتیجه انتخابات زمان مورد قبول آمریکا و جامعه جهانی خواهد بود که مردم افغانستان آن را بپذیرند. توجه کنین به گزارش شده ای باره. اعتراض ها از احتمال موجودیت تقلب گسترده در انتخابات دور دوم اکنون مقام های غربی را واداشت است تا دیگر نظارگر وضعیت نباشند. چنان که این دیپلمات ارشد آمریکایی از برگزاری انتخابات دور دوم استقبال می کند، اما تاکید دارد زمان نتیجه آن قابل قبول برای آمریکا و جامعه جهانی می باشد که مردم افغانستان این نتیجه را بپذیرند. او همچنان نامزدان و هوادارانشان را به آرامش دعوت می کند. این که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان معین و در شرایط امن با اشتراک گسترده رای دهندگان برگزار شد یک موضوع مهم است. مدتی را در بر خواهد گرفت تا ما از نتایج آن با خبر شویم. به همین منظور از نامزدان طرفداران آنها و رای دهندگان می خواهم که از صبر و حوصله کار گرفته و از پیش داوری ها خودداری کنند. آنها باید بگذارند تا کمیسیون های برگزار کننده انتخابات کار خود را به گونه شفاف مطابق با قانون افغانستان انجام دهند. انتخابات دور دوم در آغاز هفته گذشته برگزار شد. انتخاباتی که جیمز دابنز برگزاری آن را جدا از همه جنجال‌های آن دستاورد بزرگ برای نیروهای امنیتی در راستای اعتماد سازی می‌داند. مردم افغانستان بر نیروهای امنیتی کشورشان پس از تأمین امنیت انتخابات بیشتر باور دارند. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیروها را به یک آزمایش بزرگ روبرو کرد. وان که طالبان صدها حمله را به خاطر مختل کردن انتخابات را اندازی کردند، اما نیروهای امنیتی افغانستان با تنهایی بدون آن که نیروهای ناتو یک شلیک هم کرده باشند، امنیت انتخابات را تضمین کردند که این موضوع قابل ستایش است. خوشبینی های زیاده از هم مسافرینی مردم برای اشتراک در انتخابات وجود داشت. اکنون این خوشبینی ها پس از برگزاری انتخابات دور دوم با یک نگرانی بدل شده است. نگرانی که شهروندان کشور دولت، کمیسیون های انتخاباتی و حتی نامزدان را عامل آن می دانند. کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به گفته های دکتر عبدالله می گوید کارهای این کمیسیون مطابق به قانون پیش می رود و اقدام های این کمیسیون غیر قانونی نیست. رئیس این کمیسیون از رئیس جمهور کرزی می خواهد دکتر عبدالله را قناعت دهد تا دوباره وارد روند انتخابات شود. یوسف نورستانی بخش بزرگ جنجال های انتخاباتی را سیاسی می داند و تاکید می ورزد
مهار بحران‌های سیاسی کار حکومت است. دکتر عبدالله عبدالله روز گذشته کارهای کمیسیون مستقل انتخابات را غیر قانونی دانست و تاکید کرد افغانستان به یک بنبست سیاسی روبرو شده است. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. از قطع رابطه دکتر عبدالله عبدالله با کمیسیون انتخابات تا ادامه روند عادی جمع‌بندی نتیجه انتخابات، آنچه این تنش‌های به میان آمده این روزها شهروندان کشور را سخت نگران کرده است. آقای عبدالله دیروز بار دیگر اما با هشدار جدی‌تر گفت افغانستان به بنبست سیاسی رسیده و مسئول آن رئیس جمهور کرزی و کمیسیون‌های انتخاباتی است. اما پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات: اجرات ما قطعا غیر قانونی نیست، ابدا غیر قانونی نیست. قانون برای ما میگه انتخابات با وقتش مطابق تقسیم اوقات پیش ببریم. اونجا که وقت است برای اعلان نتایج، برای اعلان نتایج قسمی نهایی بعد از او میره تقریبا برای دو هفته 18 روز به کمیسیون شکایت انتخاباتی. آقای نورستانی در یک گفتگوی ویژه با تلویزیونی یک جنجال های پیش آمده بر سر موضوع انتخابات را بیشتر سیاسی می داند و حل چنین جنجال ها را مسئولیت رئیس جمهور کرزی. رئیس جمهور می تانه که مسائل سیاسی را بحرانه سیاسی را خودش مهار بکنه. کار کمیسیون مستقل انتخابات کار تکنیکی است، این یک چیز سیاسی است. صحبت بکنه همراه جناب دکتر صاحب، صحبت بکنه او را تشویق کنه که بیای با پروسه انتخابات، هر مشکلی که از لحاظ تکنیکی در بخش انتخابات میبینه اون امور قناعت بده. و اگر جناب دکتر صاحب بعضی مشکل سیاسی یا انتخابات سیاسی در او مربوط میشه به خود جناب رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان. یکی از خواسته های آقای عبدالله توقف شمارش آرا است. آقای نورستانی اما میگوید کار جمع‌بندی نتایج به صورت عادی جریان دارد. با این حال به گفته او کمیسیون حاضر است آرای مناطقی که عبدالله نسبت به آن شکایت دارد را با حضور نمایندگان این نامزد، ناظران ملی و جهانی و رسانه ها بررسی و رأی های تقلبی را باطل کند. پروسس جمع‌بندی به طور نرمال پیش میره و کمیسیون فیصله خود کرده که کارهای خود به طور سیستماتیک و نرمال پیش ببره. امیدوار هستیم که در چند روز آینده شاید نتایج اعلان بکنیم دیگه. اما در صورتی که این تلاش ها کار به جایی نبرد، آیا مشروعیت انتخابات با پرسش روبرو نخواهد شد و مسئول آن کی خواهد بود؟ خب امیدوار هستیم که به نقطه نرسیم. بگذارن که نمی پروسه را وقت بتن، بگذارن که دکتر صاحب هم فکر بکنه، بگذارن که این ملاقات ها در بینشانی صحبت ها در بینشان صورت بگیره. امیدوار هستیم که او به او مرحله نرسه. ما بحران آفرین نیستیم، بحرانزا نیستیم. ما یک مسئولیت برگزاری یک انتخابات است داریم که او مسائل تکنیکی را در عهده ماست. دامنه گستردگی کش و قوس های انتخاباتی همه را نگران کرده است. آنانی که با قیمت از دست دادن انگشتان و خونشان پای صندوق های رای رفتند تا کشورشان گام به پیش برود. حالا دیده شود که تلاش های رئیس جمهور کرزی برای حل معضل به وجود آمده کار را به کجا خواهد کشاند؟ کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میپذیرد که حکومت در انتخابات بی‌طرف نبوده است. رئیس این کمیسیون به تلویزیون یک میگوید که مداخله های حکومت هم سبب شده است تا بر روند انتخابات تاثیر منفی بگذارد. افغانستان در بنبست سیاسی، این همه از بحر چالش های انتخاباتی است، روندی که دوبار برگزار شد اما همراه با چالش ها مداخله ها و بی‌اعتمادی ها. و کنون هم از مداخله های حکومت در این روند پرده برداشته می شود، آنچه که از پیش بر بی‌طرفی حکومت جدی تر تاکید می شد. این واضح بود که حکومت افغانستان بی‌طرف نبود، در انتخابات مداخلات خود را داشتن، سمپاتی را داشتن و حتی از منابع حکومتی استفاده هم شده. حتی در حضور کاندیدا و پیش رئیس جمهور گفتیم مثلا نگرانی خود بسیار از وقت مطرح کردیم که بر رئیس جمهور گفتیم که بی‌طرفی تنها در وجود خودت خلاصه شده بود، اما در وجود نظامت
بی‌طرفی نبود. در این میان شفافیت، عدالت و مشروعیت انتخابات بسیار مهم است و اما مداخله های حکومت چه تاثیر بر دور دوم انتخابات گذاشته است؟ هر آن چیزی که پروسه را منحرف می‌سازد و قانون برای از او اجازه نمیده و اثرات منفی خود را داره. یعنی نمیتونیم بگوییم که اثر نداره. وقتی که اثر نداشته باشه، اثر منفی باز قانون برش ممانعت ایجاد نمیکنه. افغانستان کشوری ناآرام با جمعیت نزدیک به 3 میلیون. مردمان افغانستان همواره با تیر روزهای زندگی درگیر و دار بودند. گاهی ناداری و ناامنی و گاهی هم بیکاری به چالششان گرفته است. و کنون هم چالش های انتخاباتی، اما این بار مسئولیت کمیسیون های انتخاباتی است که اعضای افغانستان را به کجا می کشانند، خوب یا بد؟ امروز جمعه بود و بسیاری از خانواده ها فارغ از همه جنجال های انتخاباتی به تفریگه ها رفته تا لحظه زندگیشان را خوش بگذرانند. در گوشه دیگر هم خیمه ها به رسم اعتراض برای مبارزه تقلب برافراشته شده است. حال این خانواده ها از حکومت، نامزدان و کمیسیون های انتخاباتی می خواهند که ثبات کشور را حفظ کرده نگذارند با کارکردهایشان کشور به سوی بحران برود. زکریا حسنی و گفته های شهروندان. چادرهای برافراشته شده در جاده های کابل که از میانشان فریادهای ضد تقلب سر داده می شود. اینها هواداران تیم اصلاحات و همگرایی هستند. خواستشان هم بازنمودن این کورگره سیاسی است که به باورشان عامل آن کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت است. مردم ما برای خاطر دادخواهی و به خاطر آمدن حق و خواستهای مشروعشان اینجا جمع شدن و همچنان که شما میبینین از حق خود دفاع میکنن. اما فارغ از این دغدغه های انتخاباتی، اینجا در دل زیبای طبیعت موج آرام زندگی شماری از شهروندان کشور در کنار این آبهای آبی رنگ بی تلاطم در جریان است. سکوت آرامشی که گهگاهی با این بزم و شادی می شکند. این جوانان دل به طبیعت زدند و از جنجال های انتخاباتی به اینجا پناه آوردند. آمدن تا دمی با هم و در کنار هم بیاسایند. ما میخواهیم که در وطن ما صلح بیا. در 40 سالی که جنگ دیدیم بسیار مردم افغانستان رنجیده شده. زغوانم چی په افغانستان که صلح و آرامی راشی. افغانستان در 3 لسیزو که ډیر ژوبل شوی دی. افغانستان خلق نور در صلح غواړي. د جنگ و جګړو څخه باید در نور خلاص واخلي. میگویند در هر دو دور انتخابات رأی دادند تنها به این امید که فضای صلح و آرامش دوباره به کشورشان برگردانده شود. از حکومت، نامزدان و هوادارانشان می‌خواهند که سبب برهم زدن وضعیت نشوند و کشور را به سوی بحران نکشانند. این کشور بسیار وقت میشه که بدبختی را دیده، یک دهه بسیار کم میشه که آرامش به وجود آمده و بعد از یام از این بزرگ سالارهای خود خواستند و خواهش میکنیم که در این وطن دیگه جنگ و جدل و کشمکش در بین مردم و تفرقه و گپا را ایجاد نکنند. شهروندان شناور در دریای زندگی حراسان از بادی هستند که مبادا بر تلاطم این دریا بیفزاید. این طبیعت زیبا که به گونه آرامش بخش و تسکین دهنده است هر هفته شهروندان زیادی را به اینجا میکشاند. شهروندانی که به اینجا میآیند تا لحظه ای را در کنار فامیلشان شاد باشند. حالا اما این شهروندان میگویند که بیش از پیش نیاز به آمدن به همچون جاهایی دارند، زیرا دغدغه ها و مشکلات انتخاباتی آنها را خسته ساخته است. زکریا حسنی، تلویزیون 1، کابل. در نتیجه درگیری مصالحانه میان پلیس شورای بلخ و نگهبانان جمعخان همدرد ولی پکتیا 4 تن کشته و 5 تن دیگه زخم برداشتند. فرمانده پلیس بلخ میگوید درگیری پیش از چاشت امروز زمان رخ داد که جمعخان همدرد ولی پکتیا از مزار شریف به سوی کابل در حرکت بود. اینجا کمربند عبوری شاهراه بلخ است، جایی که امروز نگهبانان جمعخان همدرد ولی پکتیا برای 20 دقیقه با پلیس شاهراه درگیر شدند. دلیل اصلی این درگیری هنوز روشن نیست، اما پلیس شاهراه میگویند که نگهبانان جمعخان همدرد بر آنان شلیک کردند. این عسکران را تبوک کردند، پلیسان را زدند. میخواست سلاحشان را بگیرند که دوش سلاحشان گرفتند. بلازم یکی دیگه خیلی زد سلاحشان را زدند. بلازم قماندانشان را کردیم همیزند. قماندانی میخواست را کمربند.
ولزوم یک عسکریش جنگت میکنه زمان. از سوی هم فرمانده پلیس بلخ میگوید در این درگیری 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند و بررسی ها در این باره آغاز شده است. موضوع تحت بررسی قرار دارد. مهم این است که اونا مبر آمدن میرفتن به طرف کابل و بدون شک ما گفتیم مجروحین است از اون طرف هم 4 نفرش به شهادت رسیده از محافظین محترم والی صاحب ولایت پکتیا 4 نفرش به شهادت رسیده و 3 نفرش هم زخمی است. 3 الی 4 که جریان تحقیقات ما شروع است و از این طرف هم عملا میبینیم که زخمی ها بود. از سوی هم ارگان های محل این حمله را نیکویش کرده و در خبرنامه نوشته که این حمله از سوی افراد صورت گرفته که میخواهد وضعیت کشور بدتر شود. جمعه خان همدرد والی برحال پکتیاز و در انتخابات دوری دوم از شفانی احمد زیلاب پشتیبانی کرده بود. مسئول کمیسیون شکایت های انتخاباتی ولایت تخار از سمتش کنارگیری کرد. او دلیل کنارگیریش را از این سمت تقلب در انتخابات و مداخله کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت در این روند می داند. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته های این مقام محلی را رد می کند. عبدالرحیم برنا صالحی مسئول کمیسیون شکایت های انتخاباتی ولایت تخار مدعی است که کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت زمینه را برای تقلب فراهم کردند. او به همین دلیل از این سمتش کنارگیری کرده و تاکید دارد که به جمع آنان می پیوندد که بارایشان بازی صورت گرفته است. بنده به حیث کمیشنر و مسئول کمیسیون شکایت های انتخاباتی در ولایت تخار در اعتراض به عدم بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات و در عین زمان عدم بی‌طرفی حکومت افغانستان در انتخابات دور دوی 93 از سمت خود امروز رسما استعفا میکنم و به جمع کسایی میپیوندم که به خاطر حق مبارزه میکنن و به خاطر دموکراسی. صالحی تاکید میکند مدارک مبنی بر مداخله کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت در دست دارد که در صورت نیاز آن را نیز افشا خواهد کرد. یکی بحث تقلب هست که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته. شما اسناد و مدارکی که نزده کاندید معترض دور دوم انتخابات بود شنیدین و دیدین و از طرف دیگر بحث تقلب هست که ای از آدرس حکومت و شخص رئیس جمهور صورت میگیره که ای بازی به سرنوشت مردم افغانستان و به اراده ای مردم هست که ای هرگز قابل قبول کسایی که به آزادی میاندیشن و به فردای سرزمین و به صلح و ثبات میاندیشن ای قابل قبول بوده نمیتونه. اما کمیسیون مستقل انتخابات مانند موضع‌گیری های پیشینش بر بی‌طرفی خود در انتخابات تاکید دارد و میگوید درباره گفته های این مقام محلی بررسی میکند. خب کمیسیون کاملا بی‌طرف است، نمیفهم البته کدام شخص اگر مداخله کرده باشه شاید نامش بگیره، اما کمیسیون یعنی کمیشنر صاحب کدام دخالت ندارن که جایی که ما میفهم اگر کنم کسی از دارالانشا به اصطلاح از عملیات صاحبی در کارش مداخله کرده باشه، اگر او راست گفته باشه او خبر ندارم، ما از استعفایش خبر ندارم. این نخستین مقام کمیسیون های انتخاباتی است که در پی جنجالی شدن انتخابات دور دوم از سمتش کنارگیری می کند. هرچند رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات هم از سوی پلیس کابل متهم به دخالت و تقلب در انتخابات شده است، اما او همه این اتهامات بر خودش را رد کرده است. برنامه بیرون شدن کامل نیروهای آمریکایی در سال 2016 از افغانستان نهایی نیست. رنگین دادفرست بنتا مشاور شورای امنیت ملی میگوید که شمار نیروهای آمریکایی که در افغانستان باقی خواهند ماند بیشتر بستگی به شرایط افغانستان دارد. از سوی هم مقام های پیشین پنتاگون هشدار دادند اگر نیروهای آمریکایی پس از سال 2016 از افغانستان بیرون شوند، افغانستان به عراق دیگر مبدل خواهد شد. سلیمان مستمند و برنامه خروج نظامیان آمریکایی. پیش از این رئیس جمهور بارک اوباما اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2016 افغانستان را کاملا ترک خواهند کرد و تنها شمار محدود از سربازان برای آموزش نظامیان افغانستان در کشور باقی خواهند ماند. اما به تازگی مشاور شورای امنیت ملی برنامه خروج کامل نظامیان آمریکایی را تا پایان سال 2016 رد می کند و تاکید می ورزد که نظر به وضعیت افغانستان درباره نگهداری شمار نیروهای خارجی در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. برنامه بیرون شدن کامل نیروهای آمریکایی در سال 2016 از افغانستان نهایی نیست و
و شمار نیروهای آمریکایی که در افغانستان باقی میماند و با توجه به شرایط کشور مشخص خواهند شد. از سوی هم سخنگوی پیشین پنتاگون هشدار می‌دهد اگر نیروهای خارجی از افغانستان به گونه کامل بیرون شوند، افغانستان به سرنوشت عراق روبرو خواهد شد. در صورتی که نیروهای آمریکایی پس سال 2016 از افغانستان بیرون شوند، وضعیت امنیتی افغانستان بحرانی شده و به سرنوشت عراق روبرو خواهد شد. طالبان هنوز هم نیرومند هستند و شبکه القاعده دوباره در تلاش حضور در افغانستان است. لذا پس از بیرون شدن نیروهای خارجی بر حکومت هندی افغانستان، یک تهدید بزرگ به شمار می روند. 10,000 سرباز آمریکایی پس از سال 2016 در افغانستان باقی خواهند ماند، به شرط آن که حکومت آینده افغانستان توافق نامه امنیتی را با واشنگتن امضا کند. ریاست جمهوری با همکاری کمیسیون مستقل انتخابات سناریو رو ساختن تا انتخابات حل و فصل نشه، به خاطر اینکه هر کاندیدی که برنده میشد قرارداد امضا بکنه. به خاطر اینکه قرارداد امضا نشه کشور به طرف بحران میره. ما باید انتظار یک عراق دیگر یا انتظار یک بحران عربی دیگر را به زودی در داخل کشور داشته باشیم که زاده تحرک و مداخله کمیسیون انتخابات و تحرکات مقام ریاست جمهوری است. همکنون 32,000 نیروی آمریکایی در کشور حضور دارند. قرار است از این میان دست کم 20,000 تن آنها تا پایان این سال کشور را ترک کنند و 10,000 دیگر تا پایان سال 2016 با آموزش نظامیان افغانستان و تامین امنیت نمایندگی های آمریکا خواهند پرداخت. کشمکش های انتخاباتی بازرگانی و سرمایه گذاری ها را در کشور به رکود نزدیک تر ساخته است. با باور اتاق تجارت و صنایع در حال حاضر بازرگانی در افغانستان از 20 تا 25 درصد کاهش یافته است. آغازی که پایانش دشوار به نظر می رسد. از 5 ماه پیش بازرگانان و سرمایه گذاران انتظار می کشند که پایان انتخابات آغاز به گردش در آمدن چرخ اقتصاد کشور خواهد شد. اما دیده می شود این کار به درازا کشیده است. حتی روشن هم نیست که پایان انتخابات مثبت است و یا اثرات بد به دنبال دارد. حالا بازرگانان و سرمایه گذاران در حالت سردرگمی به سر می برند. اتاق تجارت و صنایع از دولت می خواهد هر چیز زودتر راه های مسالمت آمیز را دریابد و کشور را از این حالت نجات دهد. در هم واردات کم شده، هم تجارت کم شده و هم سرمایه گذاری تقریبا در یک حالت رکود اگر بگویم قرار دارد که مستلزم توجه جدی دولت افغانستان و جامعه جهانی است که باید به این اصل که اصل اقتصاد بسیار یک موضوع مهم برای مردم افغانستان در چنین یک حالت است باید توجه جدی صورت بگیره. پول افغانی نیز آهسته آهسته ارزش خود را در برابر دیگر اسعار از دست داده می رود و اکنون هم در بازارهای یک دلار معادل نزدیک به 58 افغانی شده است. هرچند نتیجه انتخابات روشن نیست، اما جنجال های انتخاباتی علت بنیادی کاهش ارزش افغانی شده است. انتخابات کاندید ریاست جمهوری زمانگیر شد و این زمانگیر شدن بالای اقتصاد کشور تاثیر ناگوار گذاشت که بالای افغانی هم تاثیر بد گذاشت و پول افغانی خراب ساخت در مقابل اسعار و دلار آمریکایی. مردم همه نگرانند، نگران از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور. از تمامی جوانب دخیل در انتخابات می‌خواهند تا کشور را به سوی بحران نکشند، زیرا نخستین کتله‌ای که در کشمکش‌های انتخاباتی متضرر خواهد شد همین مردم مظلوم و رنج کشیده افغانستان است. سرویس خبری بعدی ما 9:30 دقیقه شب به نشر می‌رسد. شبتان خوش، خدا نگهدار. با بقیه برنامه‌ها با یک باشید.